زن داداش خدا بیا مرزتم. تو اصلاً بی نیست. هیچ وقتم اصلاً بی نبودی. تو یه دزدی که این امارت رو با دروغات و نقشه ها تصاحب کردی. تو اینو از ما، از اصلاً بیای واقعی دزدیدی. الان که دارم نگاه میکنم اینجا جز من فقط یه اصلان به یه دیگه هست، اونم اصلانی. الان این یعنی چی؟ میگم واسه جوون صبر کن. من برای دیدن این روزای عمر صبر کردم، تو هم چند ثانیه صبر کن. اول باید از یه بی‌لیاقت چیزایی که لایقش نیست و بگیریم. حتی اگه خواهر پدر بزرگ خدا بیامرز من باشی نمیتونی اینجوری رفتار کنی. اونو بده من. تو به چه عنوانی اونو از من پس میخوای؟ به عنوان یه اسلام بی ازت میخوامش. به عنوان پسر محمد اسلام بی اونو ازت میخوام. تو پسر محمد اسلام بی نیستی. میران تو پسر خزرشاد اغلو و دلشاه هستی. حقیقتی که عزیزه از تو دزدیده بود اینه. تو چطوری جرأت میکنی اینجوری حرف بزنی؟ چطوری جرأت میکنی خاطرات مامان بابای منو لکه‌دار بکنی؟ میرو باشه مادر جان،
ببین خواهر پدر بزرگ خدا بیامرزم باش، هرچی میخوای باش، نمیذارم به بابام و مامانم بی احترامی بکنی. تا بیرونت نکردم خودت برو. گم شو. میران تو هم برو. تو هم همینطور. نمیدونم منو وارد چه جور بازی کردین، چه فکری کردین، چی کار کردین، ولی از اینجا برین گم شین. گم شین برین. یه چیزی بگو. جوابشو بده. یه چیزی بگو. دارن به مادر پدر من بی احترامی میکنن. دارن خاطراتشون رو لکه‌دار میکنن. بابا بزرگ چیزی بگو. میران بگو تو پسر محمد اسلام بی. بگو که تو یه اسلام بی. نمیتونه بگه. هرچی که بگه هم نمیتونه این حقیقت رو عوض کنه. خودش هم خوب میدونه. مگه نه عزیزه؟ بیا بگیر. بیا. دو تا نامه اینجاست. یکیش نامه ایه که مادرت از عشق پنهانیش به خزر نوشته. اون یکی هم نامه ایه که به زور مادرتو مجبور کرده بنویسه که از خزر جدا شده. بیا بگیر پسر خوبم. بگیر بخون. با چشمای خودت ببین. بخون. ای وای. عزیزه، به خاطر نفرتی که از مادرت داشت با زندگی تو بازی کرد. باور نمی کنم. بگیرشم. چرا؟ داشتی باور می کردی؟ چی شد؟ قبلا باور میکردی؟ با یادداشتی که فرستادم حقیقت رو پیدا کردی. مادرت رو پیدا کردی. همینطور مادر بزرگتو. حالا هم خودتو پیدا کردی. میران، این زن فقط زندگی تو رو نابود نکرده، خانواده منم نابود کرده. از بچه خودش برای انتقام استفاده کرده.
نمیخواستم اینجوری بشه میران. نتونستم حقیقت رو بهت بگم. میدونستم خیلی ناراحت میشی. اما حق با عممه. تو یه اصلا بگه واقعی نیستی. میران بیا. من هم میدونم خودم کیم، هم میدونم تو کی هستی. شما همه تون عقلتون از دست دادین؟ آره؟ دیوونه شدین؟ کسی اینجا نیست که عقلش سر جاش باشه؟ مامان اسما، مامان اسما یه چیزی بگو، تو یه چیزی بگو. پسرم تو حتی تو هم عقل تو از دست دادی. یاره من کی هستم؟ میدونم من میدونم کی هستم. به شما هم نشون میدم، به همتون. ریان بیا. نه نه یا میران پسرم. نه به من نگو پسرم. نزدیک نشو، نزدیک نشو. چیزایی که اون تو گفتن هیچ کدومشون حقیقت ندارن خزر شدارو. من به سر محمد اسلان بگم. اینو تو سرت فرو کن. بابا الان وقتش نیست، الان وقتش نیست. پسرم شنیدی میگن صاحب خونه اومده عزیزه؟ خب حالا مثل همون موقعی که اومدی دم در خونمون با لباسی که تنته، گم شو. از عمارتم برو بیرون، چون دیگه تنها چیزی که میتونی از اصلان بیا با خودت برداری ببری لباس تنته. از خونم گم شو بیرون. فقط داری میری خدمتکاراتم با خودت ببر. حتی یه ثانیه دیگه هم نمیخوام تو رو تو این خونه ببینم. تو از ما یه شادوغلو دزدیدی، ولی از اسلام بیا اسم و ثروتشون رو دزدیدی. تو از هر کی که اینجاست یه چیزی دزدیدی، ولی دیگه واقعیت برملا شده عزیزه. روی واقعی تو اینه. حالا دیگه جوری که حقت زندگی میکنی
جوری که حقت تبعید میشی. تویی که عزیز اسلام به یه مقتدر بودی دیگه هیچی نیستی، حتی دشمنم هم نیستی. حالا دیگه فقط یاواره‌ای هستی که ببینمش دلم براش میسوزه و از کنارش رد میشم. تو چطور بی وجدانی هستی زن؟ تو چطور بی وجدانی هستی؟ از یه بچه کوچک چه میخواستی؟ پسرم رو دزدیدی؟ زندگی میران رو دزدیدی؟ زندگی درشو حسیات کردی؟ چرا؟ چرا؟ مجبور نیستم حساب هیچی رو بهت پس بدم. حساب پس میدی؟ میخوشمت حساب پس میدی؟ دیگه خودتون میدونین میخواین با این زن چی کار کنین، ولی اگه میخواین بکشینشم اجازه ندارین سنگای خونه پدریمو با خونه این کثیف کنین. آقا ناسو، من وظیفه خودمو انجام دادم، واقعیتا رو گفتم. همونجور که توافق کردیم از این به بعد دیگه بین شادوغلوها و اصلان بیا هیچ خصومتی وجود نداره. شما دشمن ما نیستی. حالا پسرتو بردار برو، بقیهش دیگه مسئله خانوادگی خودتونه. درسته خزر، ارزش نداره انسانو بکشیم. مطمئن باش اگه میارزید خودم میکشتمش. زود باش پسرم، ما دیگه اینجا کاری نداریم، بیا بریم. آسیه بگو یه ماشین بیاد اینجا که شکران خانمو بفرستیم خونشون، دیگه اینجا موندنشون درست نیست. نه مامان شکران بیا. سلطان تو عروس منی، پسر تو، دخترتم، از خونه اصلان بیان. از این به بعد یه خانواده میشیم و با هم اینجا زندگی میکنیم. اسما، محبوب، ولش کنی. اونجا رو ببین، اونجا رو ببین، خوب ببین، چون که خانواده من اونجاست، مادر من اونجاست، بابام اونجاست، حالا من و تو میریم اونجا. منم تاوانه بی احترامی که به اونا کردی و ازت پس میگیرم. را بیافت میرا، چی کار میکنی؟ نگا تو خرم، بذار خودشو خالی کنه. بابا نگا، محمد اسلام بی بابای تو نیست. بابای من محمد اسلام بیه، حرف نزن، راه بیا. من و دلشو هم دیگر رو دوست داشتیم، میخواستیم ازدواج کنیم. من اگه میدونستم، اگه میدونستم تو رو ول نمی کردم، میمردم. هم امکان نداشت تو رو دست اونا ولت کنم. میرم. ساکت شو، ساکت شو. در واقع دلشاه برای من یه نامه نوشت و تو نامه گفته، ولی نامه به دست من نرسیده. وقتی نامه ها قطع شدن و نیومدن، من فکر کردم که من نفهمیدم که نیومدم، ندیدم، نمیدونستم. اگه میدونستم میومدم. وقتی دیگه نامه نفرستاد فکر کردم منو ول کرده. وقتی من برگشتم اون با محمد اسلام بیگ ازدواج کرده بود، ولی نگو عزیزه، به زور دلشاه و عروس کرده بود. با این که میدونست دلشاه تو رو حامل است برای پسرش گرفتش. <تص->
داری دروغ میگی خزر شدوغلو. ساکت شو، نگه دوستش داشتی. سربازی فرار میکردی، مرگو زندانو همه چیو به جون میخریدی، ولی مامانمو پیدا میکردی. هرکی هرچی بهت میگفت بازم نباید قبل اینکه باهاش حرف میزدی باور میکردی. هرچی میخواستن بگن، اصلا بگن عاشق یکی دیگه است، بگن با یکی دیگه ازدواج کرده. اگه واقعا دوستش داشتی، قبل اینکه عشق بگه برو نمیرفتی. قبل اینکه ازش اینو بشنوی ازش دست نمیکشیدی. واسه همین به من هیچی نگو. را بیافت، باید حساب بی احترامی که کردی و پس بدی. من تو ایچی من نیستی، نمیتونی باشی. تو فقط قاتل مادر منی. مادر من به خاطر تو مرد، بابای من به خاطر تو مرد. دیگه بیشتر از این حرف نزن، میریم اونجا تا قانه اون بی احترامی تو پس میدی. سختش نکن. من بگه تار موی دلشو هم آسیب نزدم. خواستیم فرار کنیم، من میخواستم فراریتون بدم. میخواستیم فرار کنیم، اون میخواست بهم بگه، اون شب میخواست بگه، ولی محمد اومد دنبالمون. نتونستیم فرار کنیم، تیر خوردیم، منو زد. محمد اسلام بیگ به مادرتم شلیک کرد. خفشو مرتی کرد. عزیزم اونجا بود، خودش همه چیو دید. بیشتر از این حرف از اصاب کرد. شا محمد اسلام بیگ تو چشمای مادرش نگاه کرد. میرانا بهش گفت اونا هم دیگر دوست دارن، از لعه رو گذاشت رو سرش و خودکشی کرد. دارم حقیقتو میگم محمد، خودکشی. بیشتر از این حرف نزن. ول کن. بابای من خودکشی نکرده، بابای من خودکشی نکرده، بابای من خودکشی نکرده. خوبی؟ برو دخترم، برو دنبالش، تنهاش نذار. برو دخترم، برو. خودکشی نکرده. فقط یه سوال ازت دارم. به جوابم اعتماد میکنی؟ اعتماد نمیکنم. پس چه معنی داره سوال بپرسی؟ چون میخوام از تو بشنوم. اگه دروغ بگی باید یه تاوان دیگه هم پس بدی. پسرت خودکشی کرده؟ اونم جلوی چشم تو؟ اونا رو من کشتم. نه! جواب بده. خودکشی کرد. اون وقت تو با اینکه خودکشی کردنه به سر تو
میدونستی پسر من مرده، میفهمی پسرم مرده؟ چه اهمیتی داره که باشه رو کی کشیده؟ پسر من به خاطر بابای تو مرده. بابای من خزر شادوغلو نیست، به هیچ وجه. دیگه به من نگو بابات، چون که من بابا ندارم. مامان بزرگ ندارم. من فقط زنمو دارم. فهمیدی؟ گفته بودم واقعیت ها دیر یا زود معلوم میشن. تو انتقام خودت خفه شدی عزیزه. تو دیگه برامون هیچ شدی. من هیچ نیستم. من زنیم که میرانو بزرگ کرد. تو منو بزرگ نکردی عزیز خانم. تو بچه یه منو دزدیدی. مجبورم کردی توی دنیای دروغی زندگی کنم. من خودم بزرگ شدم. خودم بزرگ شدم وقتی به قصه های تو گوش می دادم. اونا قصه نیستن. درست قصه نیستن. اونا فقط دروغایی بودن که تو از خودت در آوردی تا من باور کنم اسلام بیم. ولی من اسلام بی نیستم. چقدر زود قبول کردی که یه شادوغلویی. من شادوغلو هم نیستم. من میرانم. میران. از این به بعد تو فقط با میران طرفی. چی کار میخوای بکنی؟ میخوای منو بکشی؟ وای نستا بکش. تو رو میکشم. اما نه با این. تو دقیقا اینجا مردی. ولی یه روز میری زیر خاک. اون روز تنهایی میام بالای سر دعا میکنم، ولی نه برای حلال کردنت. میام چون تنها کسی که اسم تو یادش میمونه فقط منم. من در اصل اینجا مردم. میرم مسعود دلی بزرم کجاست؟ کجایی؟ خانم حالا چی میشه؟ آقا خزر رو اون خزر قبول نمی کنه. بهش نمیگه پدر.
پس یعنی یه شانس دیگه داریم، یه شانس دیگه داریم که بیشتر ازش متنفر بشه. خزرشاد اغلو رو زنده میذاریم؟ فعلاً.